میخواستم خدمت حضرت عالی عرض کنم این که انتخاب واژه ها در سخنران کسی که صحبت میکنه نوع انتخاب حروف مثل نوع انتخاب بافنده قالی است که این خفه رو که میزنه قالی رو ببافه، اگر این نوع رنگ انتخاب بشه در کنار رنگ و با نقشه بزنه این قالیش زیبا در میاد. بدونشم در گفتار سخن من مدرس حاجی و نورت میرم صحبت میکنید به جای ازدواج کلمه عروسی رو ازش این واژه رو انتخاب میکنید و این یه قاعده نیست، ولی من چون به 8 سال درس خوندم، 2 سال دبیرستان زمان شاه رو درس خوندم و اون 2 سال رشته ادبیات داشتیم و در ادبیات فارسی من یه مقداری نسبت به سایر همکلاسیان موفق‌تر بودم، مثلا در نوشتن انشا. به نظرم میاد حضرت عالی پیشنهاد به جای انتخاب واژه عروسی ازدواج بگید صحبتتون زیباتر میشه. یه موضوع دو، این که یه سوال که حاج محمد آقای انصاری رو شنیدم که تو شبکه نور برنامه این چیزش رو آورده اونجا، برنامه که داشتم تو شبکه وصال و سکه اون روی سکه را، اما چه شبیه در هفته هست این رو نمیدونم. و سومی که نه بذار قوت هم بیاد این دو طور هاش مثلا نظرم مثلا بعد سوالم رو مطرح بفهمید. این دو تا موضوع شد من عرض کردم از محمد رو با اون ازدواج من بله، من در مورد ازدواج شما میدونید که روش صحبت باز بعد از این بیشتر توجه میکنیم، در تیتر برنامه نوشته بودیم چرا ازدواج ها کمه، اما دیگه ما مطلب میرسونیم به زبان عامیانه صحبت میکنیم ولی چشم. اما در مورد استاد انصاری عزیز ما، بله ایشون به علت بسته شدن شبکه وصال حق تشریف آوردن به شبکه ما به خواهش دوستان ما و هفته یک برنامه دارن و برنامه شون رو شما میتونید به راحتی پیدا کنید در لیست برنامه های هفتگی، من الان در ذهنم نیست چه روزی هستش. بله ایشون اومدن در شبکه ما و برنامه موفق داری؟ بله قربان من شما اطلاع دارم چه روزی هست، اتاق فرما برای من دقیق بگی چون معلوم در شبکه نوشتم باز میز شما کدام نکته سنگی نیاد، نگه ازدواج گفتی عروسی بگی چرا 1 ساعت جلو عقب گفتی، چون وقتهای ما فرق میکنه، شما میدونید که وقت ما و وقت پخش ایران فرق میکنه و من میترسم که اشتباه کنم. اتاق فرما به من بگید چه ساعتی است، بهتون میگم در طول برنامه اعلام میکنم که وقت برنامه استاد انصاری به بازپخشش کی است. بله فرمایش سوال آخرتون خواهش میکنم بفرمایید. خلاصه در خدمتتون. الان سوالم رو مطرح بکنم استاد. بفرمایید عزیز بفرمایید خواهش میکنم. بعد این جناب آقای سجودی عزیز، این آیه‌ای که در سوره مبارکه توبه است که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، این خطاب به مؤمنین است یا خطاب به غیر اهل ایمان، یعنی به منافقین و کفار و مشرکین؟ هر چه تحلیل میکنم این خطاب به مؤمن است، چون به کافر که بخواد یا به غیر اهل ایمان خدا بخواد بگه عمل کنید خدا میبیند، کسی ایمان نداره که حالا خدا میبیند یا نمیبیند یا رسولش نظر دارد بر عمل او یا نظارت ندارد. پس این خداوند لابلابود بر اهل ایمان است. بله ایمان دارد بر خدای باری تعالی و اینکه خدا را ناظر میداند و خدا برای تأکید میکنه من ناظرم. و در کنار این مسئله رسولش رو هم با مؤمنین مطرح فرمودند که این نظاره میکنند. ما بر شما شنیدیم که میفرمایید که این در یه مقطع خاصی بوده است که خداوند علیم فرموده است که این عمل شما را پیامبر و چیزم نظاره نظارگرن. خدای علیم که نظارتش ازلی و ابدی است، همیشه ما رفت میشیم در پیشگاه حضرت رب العالمین. تا مادامی که ما از قرآن دلیلی نداشته باشیم که این رسول را محدود کند به یه زمان خاصی، باید اینطور برداشت میشد که پس رسول هم مثل خدا جلد شهنه که خداوند به ما در کنار خودش مرتب کرده، او هم نظارت میکند و ناظر بر اعمال ماست. نیستم چیزی. آیا
غلط بله 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 اشتباه برداشت کردید. شما نگاه کنید این آیه 74 94 از سوره توبه رو ببینید. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، میگه به شما معذرت میخوان اینا که جنگ نرفتن، از شما معذرت خواهی میکنن وقتی که به سوی اونها برمیگردند. ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، میگه بی خود معذرت نخواهید، ما برای شما به حرفای شما رو قبول نمی کنیم که میگید آقا ما مریض بودیم، فلان بودیم، بهمان بودیم، نرفتیم. چرا؟ قد نبأنا الله من اخبارکم، خداوند خبر به ما داد، ما خودمون خبر نداشتیم، خدا خبر داد که شما دروغگو هستید. حالا که شما این حرفا رو میزنید آینده هم هست، و سیر الله عملکم و رسوله، میگه در آینده خدا و رسولش عمل شما رو میبینه، یعنی فردا هم دیگه امروز خودی دروغ گفتید، فردا میبینن باز برمیگردید به سوی خدا و او به شما خبر میده به کاری که میکردید. پس اصلش خداست، خداست به پیغمبر خبر داده، اما چیزیایی رو خدا به ما خبر نده، به ما چشم داده. من الان میبینم که آقای رضایی چی گفت، از حرفاش میفهمم که آقای رضایی به اصطلاح چه مرد حلاج است. مثال دارم عرض میکنم خدمتتون. پس نمیشه خدا رو با رسول جمع بزنید، چون که خدا گفته که من غیب خبر دارم و پیغمبرم هم خبر دادم.